جهان. سلام و روز خوش، آرش سیگارچی هستم و امیدوارم شما بیننده گرامی در ایران یا هر جای دنیا که هستید روز خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. در این دوشنبه 22 فروردین 1390 در 45 دقیقه آینده با من و همکارانم همراه باشید. دیروز گفتم که امروز در مورد زلزله و سونامی اخیر ژاپن صحبت خواهیم کرد و اینکه چطور ژاپنی‌ها توانستند خسارت فاجعه اخیر رو به حداقل برسونند. خب یک ماهی از زلزله 8.9 ریشتری در ژاپن و سونامی بعد از اون میگذره. برای اینکه بفهمیم شدت این زلزله چقدر است، شاید بد نباشه که یادآوری کنم دو زلزله عظیم ایران در 21 سال اخیر رو، اولی در رودبار گیلان و دومی در بم کرمان که 7.3 و 6 ریشتر بودند و حداقل در هر کدام از این شهرها 40,000 نفر کشته شدند. که خب میدونید البته آمار رسمی هنوز در مورد ژاپن صادر نشده، اما به مراتب آمار کشته‌ها کمتره. کارشناسان به مسائل زیادی در مورد نحوه برخورد ژاپنی‌ها با بلایای طبیعی اشاره می‌کنند، از جمله روحیه همراهی مردم ژاپن و یا تلاش دولت مردان و مسئولان ژاپنی. بخشی هم روحیه جمعی و اخلاقی جامعه ژاپن رو در این مسئله مؤثر می‌دونند. شاید یکی از چیزهایی که خیلی از تماشاگران واقعه زلزله ژاپن رو تکون داد، نظم و وقار مردم این کشور در مواجهه با این بحران عظیم بود. صفهای طولانی، رعایت حق تقدم، کنترل خود و حمله نبردن برای به دست آوردن غذا و سایر احتیاجات بسیار در این روزهای ژاپن دیده شده. امشب در طول برنامه با افشین والی‌نژاد، روزنامه نگار آزاد در کشور ژاپن ارتباط خواهیم داشت و البته استقبال میکنیم از بینندگانی که در ژاپن بیننده برنامه ما هستند و تا اینکه بخشی از تجربه و مشاهداتشون رو بیان کنند. به هر حال ایران هم کشوری زلزله خیز است و شاید راهکارهای مردم ژاپن برای ایرانیان مورد استفاده باشه. اگر خواستید با ما در تماس باشید و نظر بدید، شماره تلفن روی خط تا چند لحظه دیگه خدمتتون اعلام میشه. اگر می خواهید روی خط باشید با شماره تلفن 202 692 43 76 تماس بگیرید. روی خط @voanews.com و روی خط @blogspot.com دو راه دیگر تماس با برنامه ماست. قبل از اینکه برنامه رو به طور رسمی شروع کنم، یادآوری کنم که به صفحه فیسبوک برنامه روی خط هم میتونید سر بزنید. آدرسش رو همکارانم یه مقدار آسان‌تر کردم برای شما، facebook.com/ یا ختم مورب بعدش بنویسید voatalk. یا آدرس صفحه فیسبوک ماست که همکارانم زیرنویس میکنن. اگر میخواهید به صفحه فیسبوک ما بپیوندید، خوشحال میشیم که نظرات شما رو در مورد موضوعات روزانه برنامه روی خط دریافت کنیم. خب بعد از این معرفی فیسبوک برسیم، یه اطلاعات کلی و پایه‌ای رو در مورد ژاپن میخوام با شما ابتدای برنامه به اشتراک بگذارم. ژاپن جزیره ای است به مساحت 377,000 کیلومتر مربع، جمعیتش 127.5 میلیون نفر هست و به نوعی از لحاظ اقتصادی یکی از کشورهای قوی دنیاست. برخی آمارها میگن که ژاپن سومین قدرت اقتصادی جهان بعد از آمریکا و چین به حساب میاد در سالهای اخیر. و یه نگاهی هم بندازیم به نوع حکومت ژاپن،
در ژاپن نوع حکومت سلطنتی مشروطه است. در حقیقت قدرت امپراتور بسیار محدود، امپراتور که بیشتر نقش تشریفاتی داره و در قانون اساسی بدین گونه تعریف شده که نماد کشور و وحدت مردم. عملا قدرت دست نخست وزیر و دیگر اعضای منتخب شورا یا کابینش هستند که عهده‌دار امور هستند. بعد از این نکات تا آماده معرفی و مهمان برنامه باشیم، در گزارشی به زلزله اخیر و در حقیقت زلزله و سونامی اخیر در ژاپن خواهیم پرداخت. این گزارش رو ببینید لطفا. عصر 20 اسفند زلزله 8.9 ریشتری شرق ژاپن را لرزاند. این زلزله از نظر قدرت پنجمین زلزله سهمگین از سال 1900 تا کنون بود و هرچند برای کشوری مثل ژاپن زلزله پدیده تازه ای نیست، اما ناقوس مرگ 20 دقیقه بعد به صدا درآمد، زمانی که امواج خروشان سونامی از دریا به سوی ساحل روانه شد. امواجی حتی به بلندی 10 متر شهر بندری سندای و مناطقی از استانهای میاگی و فوکوشیما را به زیر آب برد که در پی آن ضمن تخریب صدها ساختمان و خودرو هزاران نفر کشته و مفقود شدند. تنها 8 روز بعد از زمین لرزه و سونامی، منابع رسمی در ژاپن تعداد کشته شدگان و مفقودان را 18600 نفر اعلام کردند که البته این آمار در روزهای اخیر افزایش یافته، به خصوص که عملیات 3 روزه‌ای در شمال ژاپن برای یافتن سایر قربانیان از ابتدای هفته پایان یافت. علاوه بر این خسارات، موج سونامی در فوکوشیما یک نیروگاه اتمی را تخریب کرد و موجب نشت مواد رادیواکتیو شد که در یک ماه گذشته تلاش‌هایی برای مهار آن شده است. تا امروز 70,000 نفر از ساکنان محدوده 20 کیلومتری نیروگاه فوکوشیما از این منطقه کوچ داده شده‌اند و دولت ژاپن از حدود 100,000 نفری که در شعاع 30 کیلومتری نیروگاه فوکوشیما هستند خواسته این مکان را ترک کنند. دولت ژاپن بیش از 300 میلیارد دلار برای بازسازی مناطق آسیب دیده اختصاص داده و همزمان نخست وزیر ژاپن زلزله و سونامی اخیر را بدترین بحران این کشور پس از جنگ جهانی دوم توصیف کرده است. گزارشی از صدای آمریکا، واشنگتن دی سی. خب تا ارتباط ما با مهمان برنامه آقای افشین والی‌نژاد روزنامه‌نگار آزاد از ژاپن برقرار بشه، چند بیننده که خوشبختانه از ژاپن هستند رو روی خط خواهیم داشت و با اونها صحبت می‌کنیم تا این ارتباط برقرار بشه. اول بریم سراغ آقای فریبرز از ژاپن. سلام بر شما، فکر می‌کنم اونجا نیمه شبه، شبتون بخیر. سلام قربان، شبتون بخیر. بله الان ساعت تقریبا 1:07 نیمه شبه. خب شما در کجای ژاپن هستید و مشاهدات؟ من دقیقا میشه مرکز ژاپن، میشه دقیقا مرکز ژاپن شهر ناگویا هستش. از مرکز ژاپن هستیم، یعنی زلزله که وقتی من خب تمام ژاپن از شمال تا جنوب ژاپن لرزید. ژاپن همونطور که شما فرمودید مساحتش تقریبا میشه 1/5 ایران میشه، یعنی وقتی شمال ژاپن زلزله میاد تا جنوب ژاپن اینقدر این شهر کشور کوچیکه که میلرزه. به طور بخوام مثالی که بزنم، تمام کشور ژاپن تو ایالت کالیفرنیا آمریکا جا میشه، اینقدر کشور کوچیک است. ولی خب جمعیتش زیاده، تقریبا دو برابر. بله قربان، بله واقعا اینجا قلزت جمعیت واقعا زیاد هستش و برای همین خونه خیلی کوچیک، خونه های کوچیک باید بزنن تا بتونن جمعیت به خوش جا بدن. بله خب فریبرز عزیز، مشاهدات تو از این یک ماه اخیر میشنویم و مرور کنیم ببینیم چه دیدی و چگونه بوده. جناب سیگارتی، حضورتون عرض کنم که یه مسئله که میخواستم عرض کنم که ژاپن این مسئله زلزله نباید به تنهایی ما بهش نگاه کنیم. زلزله و سونامی دو تا مسئله جدا از هم هستن. یعنی در اون روز که این اتفاق افتاد در 18,000 کیلومتر ژاپن، یعنی کشور شیلی، یک زلزله 9.5 ریشتری اومد. 22.5 ساعت بعدش سونامی اون زلزله به ژاپن رسید که باعث مرگ 142 نفر شد. بله. یعنی میخوام بگم که سونامی اینقدر این بلای وحشتناکی هستش. این مسئله سونامی، خب مردم ژاپن به سونامی عادت دارن و میدونن که بعد از هر زلزله سونامی میاد، چون موقعیت کشور ژاپن علاوه جغرافی جوری هستش که اکثر زلزله‌ای که در اقیانوس به وجود میاد سونامیش اول بیا به ژاپن میخوره یا به جزایر هاوایی میخوره، اثر هستن. علتش چیه؟ این سونامی اومده این اجساد به خودش بره تو دریا یا اینکه اصلا زیر گیر خاک کرده، هنوز پیدا نمیشن. بله. مثلا اینکه این سونامی یه جوری شد که واقعا غافلگیر شدن، اون کسایی که حتی رفتن طبقه دوم یا سوم خونه‌شون نتونستن فرار کنن، چون سرعت سونامی چیز در حدود 300 تا 700 کیلومتر در ساعت هستش و دیگه میبینن سونامی میاد دیگه نمیتونن فرار کنن، فقط باید وایسن که سونامی بره. سونامی وقتی دیدن دیگه کاری نمیشه کرده. بله. این تصاویری هم که منتشر شده تو اینترنت و جاهای دیگه، رسانه‌ها هم نقد کردن، خیلی امواج خشمگین به نوعی که اصلا نمیشه ازش فرار کرد. بله بله، برای همین قرن که سونامی بیاد همه به اصطلاح مینه خوشنا یه جایی
مخفی میکنن. وقتی سنایی اومد دیگه نباید تکون بخوری، چون فقط باید منتظر باشی یا نگاه کنی که سنایی بره. خب فریب ارز عزیز، حتما شما روی خط خواهیم داشت. باز من از شما سوال دارم و دیگر بینندگانی که خوشبختانه از ژاپن یکی دو بیننده دیگر رو هم داریم، اگر اتاق کنترل من رو مطلع کنه در مورد مهمان. خب اما مهمان برنامه یه امشب همونطوری که گفتم آقای افشین والی‌نژاد، روزنامه‌نگار آزاد از ژاپن هستند. آقای والی‌نژاد از جمله اولین خبرنگاران آسوشیتد پرس در تهران بعد از انقلاب بودند و در سالهای گذشته با رسانه‌های بین‌المللی همچون رادیو و تلویزیون ملی ژاپن موسوم به NHK همکاری داشتند. یکی از تخصص‌های آقای والی‌نژاد پوشش خبری وقایع و بلایای طبیعی است که میتونم به سیل گلستان و زلزله‌هایی چون بم در ایران اشاره کنم که ایشون در پوشش خبری اونها نقش داشتند و در زلزله و سونامی اخیر هم در ژاپن بارها در مناطق آسیب دیده حضور داشتند. اتفاقا روزنامه استار کانادا به تازگی در مطلبی با عنوان راکب قالیچه جادویی بخشی از فعالیت‌های انسان دوستانه آقای والی‌نژاد رو روایت کرده. خب ارتباط ما با ایشون برقرار هست. سلام بر شما آقای والی‌نژاد عزیز، که میدونم به تازگی از مناطق سونامی زده برگشته اید و الان در ترکیه هستید. سلام می‌کنم خدمت شما و تشکر از اینکه منو دعوت کردید به برنامه. خواهش می‌کنم آقای والی‌نژاد عزیز، بفرمایید که به هر حال چون فرمودید پیش از برنامه به من گفتید که تازه از مناطق آسیب دیده برگشته اید، یک به بینندگان ما یک اطلاعی بدهید که در حقیقت الان وضع بعد از یک ماه بعد از این زلزله و سونامی در اون مناطق چگونه است. البته دقیقاً بعد از یک ماه میشه متوجه شد که کار بازسازی و در حقیقت منظور از بازسازی اول جمع کردن زباله هستش، چون تقریبا به طور قاطع میشه گفتش که استانهای میاگی، فوکوشیما و ایواته که در شمال ژاپن قرار گرفتن بخش نوار ساحلشون به طور مطلق تبدیل به زباله شده، یعنی تمام شهرها و مناطق ساحلی چیزی جز زباله وجود نداره. زباله‌هایی که مخلوطی از ماشین‌های بزرگ، وسایل خونه، چوب و آهن و یعنی همه چیز با هم مخلوط شده و تبدیل زباله شده و این طبیعتاً اولین کاری که باید انجام بشه جمع کردن زباله است و این کاری که در واقع من دیروز شاهد بودم که شروع شده بود و بخش کوچکی از یک منطقه که جمع کرده بودن کوهی از زباله تشکیل شده بود در یک منطقه کنار ساحل که ایران من نمیدونم چطور باید تخلیه بکنن اونجا و چه کار بکنن، چون باید بازیافت بشه ظاهراً. بله البته این توضیح هم بدم که از لحاظ فنی صدای آقای والی‌نژاد با تصویرش یه مقدار فاصله داره، این اشکال فنی رو از ما بینندگانمون میپذیرن و عذرخواهی ما رو. آقای والی‌نژاد، گویا در واقعه اخیر همونطور که یه بیننده پیش از شما داشت صحبت میکرد بهش اشاره کرد، این که خیلی هم معتقدند که با اینکه این زلزله 8.9 دهم ریشتری خیلی زلزله شدیدی بود، اما آنچه باعث این خسارات شدید انسانی و در حقیقت تخریب شده سونامی بعدش بوده، درسته؟ دقیقاً نکته درستیه و این واقعا من میتونم بگم که اگر سونامی اتفاق نیفتاده بود زلزله حالا 9 ریشتری که اتفاق افتاد تقریبا هیچ خرابی عمده‌ای بر جای نگذاشت و این یک موفقیت بسیار بزرگه. من در منطقه هایی بودم که میدیدم بخش شمالی شهر که در واقع بالا هستش یه مثلا 100 متر ارتفاع داره هیچ چیزی نشده، مردم در خونه‌هاشون زندگی میکنن، حتی شیشه هاشون نشکسته و بخش ساحلی که ارتفاع کمی داره نابود شده، به معنای واقعی نابود شده و این نشون میده که اگر زلزله فقط می بود و سونامی نمی بود اتفاق خاصی نمی افتاد. خب به هر حال ایران هم میدونیم که روی گسل‌های زلزله خیز قرار داره و متاسفانه هر چندگاهی شاهد زلزله‌های مهیبی در ایران هستیم. ژاپنی‌ها چه کار کردن که میتونن زلزله رو به نوعی مهار کنن؟ ببینید مهمترین مسئله به نظر من، حالا من وارد مسئله علمی مهندسی نمیتونم چون اطلاع کافی هم ندارم، ولی خیلی ساختمان ها سبک هستش، ساختمان ها چوبی هستن و کلا از وسایل مساله ساختمانی سنگین استفاده نمی کنن و بعد سیستم های ضد زلزله هم دارن، یعنی حتی ساختمان سنگینشون که ساختمان های فلزی ساخته میشه اونا به شدت قوی هستن و واقعا میشه گفتش که میلرزه ولی هیچ شکستگی و ترک و ریزش انجام نمی‌کنه. در مورد سونامی چطور؟ آیا راهکاری اندیشیده شده در کشوری مثل ژاپن که جزیره است و در حقیقت در محاصره آب هست و بعد از هر زلزله‌ای می‌شود انتظار داشت که یک سونامی به سوی ژاپن رهسپار بشه؟ این سوال خیلی خوبی آقای سیگارچی. دیروز بود که من منطقه شهری بودم به اسم اوفوناتو و شهری بودم به اسم یامادا
صحنه هایی دیدم که واقعا باورم نمیشد. در حقیقت میشه گفتش اون دیوارهای مقاوم نتونسته بودن مقاومت از خود نشون بدن. نکته ای که تو ابتدای صحبت هم من به بینندگان در میان گذاشتم، نحوه تعامل مردم با این فاجعه بود. مردم ژاپن رو عرض میکنم، شما که تو منطقه حضور داشتید و هم در مناطق آسیب دیده هم در مرکزی مثل توکیو بودید، چگونه ارزیابی میکنید مردم چطور با این فاجعه مواجه شدن؟ بهتر از، یعنی فراتر از حد انتظاری که من شخصا با توجه به 8 سال زندگی کردم در ژاپن داشتم، شناختی از مردم ژاپن داشتم، فکر می‌کردم این روحیه اینقدر قوی رو نداشته باشن، ولی واقعا تحسین برانگیز بود. من در مناطق ویران شده صحنه‌ای رو دیدم که واقعا نمیدونم چطور بیان بکنم که چقدر مردم روحیه‌شون خوب بود و اصلا خودشون نباخته بودن. این مردمی که در عرض 20 دقیقه سونامی همه چیز دست از دست زندگیشون نابود شده بود و من موارد مورد زیادی رو برخورد کردم که رفتیم با یه دختری که در همسر دختر خودم بود در مراسم فارغ التحصیلیش بود و مدرسه با هم رفتیم خونش که بگردیم یادگاری پیدا بکنیم و تنها یادگاری که تونستیم زیر خاک پیدا بکنیم یک لیوان شکستی پدرش بود که خیلی هم خوشحال بود. واقعا اون شهر یامادا شهری که سونامی نابود کرده و بعد سونامی آتش گرفته، آتش گرفته هر چی هم که باقی مونده بود تبدیل خاکستر کرده، یعنی واقعا حتی ماشین هایی که نابود شدن سوختم هستن، هیچ چیزی باقی نمونده. البته خب من بخش ساحلی دارم میگم، ولی مردم روحیشون به نسبت که من میگم فوق‌العاده. یه چیزی که خیلی توجه افکار عمومی رو به خودش جلب کرد، ادب و احترام مردم بود. حتی تو این روزهای بحرانی در ژاپن، مثلا با اینکه این زلزله هر جای دیگه بود شاهد هجوم مردم برای دریافت غذا و مایحتاجشون بودیم، اما چنین صحنه‌هایی تو ژاپن عملا دیده نشده. یا از قتل و غارت که معمولا بعد از یه بحران‌های اینچنینی رایجه هیچ خبری نمی‌بینیم و نه از دزدی و این چیزها. چرا؟ دقیقاً شما باز به نکته بسیار خوب و درست اشاره کردید. من صحنه هایی دیدم که صف بود و مردم میدونید چون خبرهای خیلی بدی بود روزهای اول، یعنی هفته اولی که در منطقه بودیم، ما واقعا مردم آب، غذا و وسایل گرما نداشتن. احتمالا شنوندگان عزیز در جریان هستن، بینندگان عزیز در جریان هستن که منطقه‌ای که سونامی نابودش کرده منطقه سردسیری هست و روزی هم که سونامی میومد، یعنی نابود کرد، بعد برف هم میومد و روزهای بعدش هم برف و سرما، یعنی سرما تقریبا به مدت یک هفته اول 6 درجه صفر 7 درجه صفر بود و این مردم غذا نداشتن، جای گرم نداشتن و خونه که خب طبیعتا از بین رفته بود، ولی فوق‌العاده بود نظمشون. حتی در صف که واسه بودن یه غذای گرم یک کاسه کوچیک بگیرن، یک مورد من نمیدیدم که حتی از صف جلو بزنن چه برسه اینکه هجوم بیارن. به هیچ عنوان من شخصا حداقل ندیدم، باوجود تقریبا تمام مناطق از نزدیک دیدم. و خب نظم مردم ژاپن که زبانزد بوده همیشه، احتمالا همه میدونن که چقدر رعایت حق دیگران و ادب و احترام اهمیت داره در کشور، ولی در این مورد به نظر من یک شاهکار بود. آقای والی نژاد عزیز، حتما بحث رو با شما ادامه میدیم. ما بیننده هایی رو داریم که اتفاقا از ژاپن روی خط هستن. اول با فریبرز که همچنان روی خط مونده بحث رو جمع‌بندی کنیم. فریبرز عزیز، با آقای والی نژاد خبرنگار آزاد در توکیو صحبت میکردیم، اشاره به نظم و ترتیب مردم ژاپن کردیم. مشاهدات شما در این روزها چه بوده در کشور ژاپن؟ بله بله، خصوصا از کنم که یه چیز خیلی جالبی که برای من تو این نسبت به زلزله قبلی که سال 95 دفعه من الان در حدود 20 سال تو ژاپن دارم زندگی میکنم، نسبت به زلزله سال 95 فعالیت یا به مهم توییتر بوده که بله. تو این زلزله واقعا کمک کرد، یعنی این مردم واقعا چیزی که میخواستن از طریق توییتر خیلی سریع مسائل چیزی که لازم داشتن رو به اطلاع دیگران میرسونن، از تمام ژاپن واقعا میرسید. یعنی استیج هم دیگه کسی بلند بشه بره تو اون منطقه، یعنی از طریق توییتر فوری اون چیز میفهمید که یکی پتو میخواد، یکی دارو میخواد، یکی غذا میخواد، اونا رو سریعا گروهای مختلف ان جی او بودن در جاهای مختلف کشور بعد جمع میکردن و سریع میرسونن به صلیب سرخ، و صلیب سرخ اونو میرسون. مسئله دوم در رابطه با همین مواد غذایی یا به اصطلاح کمک های مالی بودش که واقعا به نظر من اینم خیلی چیز جالبی بودش که نگاه میکنم که اکثر دوستای من دوستای ژاپنی من هستن خیلی
از چجوری بتونم حضور نترم که حتی مثلا میرم از یه فروشگاه خرید میکردن بدونم که مثلا باقی پولشون رو فقط 1000 یه خرید مثلا یه 1000 خرید 800 یه میکردن 1000 یه میدادن اون 200 یه نشو دیگه نمیگرفتن همونجا به این صندوق های کوچیک هستش برای کمک به زلزله همونجا وارد میکردن که به اصطلاح یعنی یه حالت همبستگیشون واقعا اینجا خیلی احساس کردم که اینا واقعا با هم دیگه چه عضوی به درد آور روزگار واقعا اینجا به جون احساس کردم من. بله، آیا جامعه ایرانیان چگونه؟ شما گفتید 20 سال اینجا هستید، آیا با ایرانیان دیگر در ارتباط هستید؟ خصوصاً هستم که من تو شهری که هستم اینجا با حقیقت الان تو این 20 سال که هستم که به مرور خیلی کم شده، قبلا در حدود 15 سال یا 17 سال پیش خیلی ایرانی بودن. بله. الان در کل من با جمع 3 نفر یا 4 نفر بیشتر ایرانی آشنایی بیشتر ندارم و ایرانی واقعا خیلی کم شدن. بس. البته دوست ما آقای افشین حضور شما معرفی حضور هستم، خدمتشون افتخار داشتم یه حضور داشتم مرسن. در توکیو با ایرانی بیشتری هستم، ولی تو ناگویا این شهر این اطرافی که ما هستن ایرانی ها کمتر هستن و در اون رابطه زیاد چیز نداره. ممنونم فریبرز عزیز که از ژاپن آمدی روی خط و نظر دادید. یه تنفس کوتاه بینندگان عزیز بگیریم، برمیگردیم با هم آقای افشین والی نژاد بحث رو ادامه میدیم و هم بینندگان دیگری که از ژاپن روی خط داریم. بیننده برنامه روی خط هستید که در این دوشنبه پرداختیم به زلزله و سونامی اخیر در ژاپن و خساراتی که بر جای گذاشت و همچنین برخوردی که مردم و مسئولان ژاپن در مقابله با این فاجعه طبیعی داشتند. با آقای افشین والی نژاد روزنامه‌نگار آزاد در توکیو ژاپن همراه هستیم به عنوان مهمان. خدمت شما بینندگان عرض کنم که آقای والی نژاد در قامت یک روزنامه‌نگار در حقیقت دریافت کننده کمک‌های زیادی بودند که این کمک‌ها رو به مناطق زلزله زده هم بردن و به مردم سعی کردن کمک کنن. آقای والی نژاد، با توجه به این تجربتون برخورد مردم چگونه بوده با کسانی که کمک می‌کردن و مشاهدات شما در این مورد چیست؟ برخورد مردم خیلی محترمانه است، یعنی مردم خیلی مؤدب هستن. یک چیز کوچیک هم که بهشون تقدیم می‌کنی واقعا خیلی تشکر می‌کنن و البته ما اینکه کاری نکردم، من شخصا کار خاصی انجام ندادم که بخوام من حرف بزنم در مورد، ولی واقعا مردم ژاپن بسیار قدردان هستن در مورد هر کمکی که بهشون کوچیک میشه. شاید بهانه خوبی باشه به مناسبت این نحوه برخورد مردم با این سختی‌های نگاهی به ریشه‌های فرهنگی مردم ژاپن بکنیم. آیا این اخلاقیاتی که این روزها از ژاپنی‌های بحران زده شاهد هستیم، آیا ریشه در اخلاق ژاپنی‌ها داره در گذشته؟ من فکر می‌کنم اینطور هستش، چون من مواردی در این چند روز دیدم جدا تحسین برانگیز بود. حتی این کمک‌هایی که ما البته میگم من شخصاً فقط نقش راننده رو و هماهنگ کننده داشتم، فیلم محبت کردن با بزرگواری به من دادن که من ببرم مردم تقدیم بکنم. واقعا شما شاید باورتون نشه، با ماشینی که ما رفتیم، ماشین ون بزرگ بود و پشتش رو باز کردیم، چندین جای مختلف واسادیم و از مردم خواهش کردیم که ببینن هر چیزی که میخوان بردارن. خب میدونید مناطقی که ما رفتیم مناطقی بود که واقعا مردم هیچ چیزی از زندگی جز لباس تنشون نداشتن، یعنی همه چی نابود شده بود. فقط تونسته بودن در عرض اون زمانی که هشدار سونامی صادر شده بود و میشه گفت در عرض 10 یا 15 دقیقه بوده، فرار بکنن از خونه‌شون و خودشونو سالم در برن، وگرنه هیچ چیز دیگه به همراه خودشون نداشتن. و این مردم شو باورتون نمیشه که ماشین ما پر از جنس‌های خوب بود و فقط چیزی رو برنشه که نیاز داشتن. حتی به اصرار دوستان من که میگفتن خانم آقا اگه دوست داری چیزی بردارید، بر نمی‌داشتم، گفتم ما داریم. حتی بچه‌ای رو من بهش شکلات بده دادم و گفت من دارم، یکی بستم. من واقعا تحت تاثیر هستم. آقای والی نژاد عزیز، در روزهای اخیر ایرانیان هم فعالیت‌هایی داشتن، به خصوص این ماجرای فیلمی که در مورد کباب درست کردن و غذای گرم به آسیب دیده‌ها اعطا کردن. یه تیکه کوتاه آماده است، اینو با هم ببینیم و بعد برمیگردیم با شما بیشتر صحبت می‌کنیم.
اکسان طبعه کانادا تماس. خب بخشی از تلاش ایرانیان مقیم ژاپن بود که سعی میکردن غذای گرم در اختیار آسیب دیده های زلزله و سونامی اخیر قرار بدن. آقای والی‌نژاد، ایرانیان چطور مواجه شدن با مسئله زلزله و چه کمک هایی تونستن تا حالا انجام بدن؟ دیگر شما سوال بسیار خوبی هستی باشید. من خوشحال میشدم که اینو توضیح بدم و خوشحالم شما سوال کردید. واقعا میتونم بگم که برای عده زیادی از دوستان خوبم من ایمیل زدم و خواهش کردم که اگر کمکی دارن، من با توجه به اینکه از دور اول منطقه بودم و شاهد بودم که چقدر سخت هست شرایط، به من بدن. به غیر از من فقط دو تا شرط تعیین کردم از دوستان، خواهش کردم که جنس دستمون به هیچ عنوان ندن و پول هم ندن، فقط هر چیزی که خودشون استفاده میکنن بدن، نه چیزهایی که لازم ندارن. و حتی دوستان ژاپنی خارجی هم که تماس گرفتن، من به همه گفتم که خواهش می‌کنم چیزهایی که خودتون استفاده میکنید بدید، نه چیزهایی که خودتون نمیخواید. و من افتخار میکنم به ایرانی بودنم که دوستان ایرانی بیشتر از هر کسان دیگه، حتی خارجی ژاپنی‌هایی که من تعدادشون خیلی بیشتر از ایرانی‌ها بود، براش ایمیل فرستادم با دست دلبازی، با سخاوت بسیار زیاد. خانم آقای جوان دانشجویی که زوجی هستن، دانشجو هستن، از راه بسیار دور جنس‌های بسیار با سلیقه برای بچه‌ها گرفته بودن، آورده بودن که واقعا من تحت تاثیر گرفتم. میگم من شخصا کار خاصی نکردم که خودم بخوام عنوان بکنم، همش لطف دوستان بوده، سخاوت دوستان بوده. ولی واقعا ما از نظم ژاپنی صحبت کردیم، از مهمان نوازی، خیلی چیزای خوبشون صحبت کردیم. ولی من فکر می‌کنم این اخلاق بسیار بسیار قابل تحسین و ارزنده ایرانی‌ها رو هم باید اشاره بکنیم که سخاوتشون قابل مقایسه با هیچ کسی دیگه نبود. یعنی اون مقدار کمک که ایرانی ها کردن که ما بردیم تقدیم کردیم، شما شاید فکر کنید دقیقا از تعداد ژاپنی ها بیشتر کمتر برسونده بودم، ولی از ژاپنی ها کمک های بیشتری جمع شد و میزان کمک های که از طریق ایرانی ها جمع شد برای من شخصا بسیار کمک های ارزنده، یعنی جنس های خیلی زیبا، قشنگ، کادوی های زیبا با سلیقه گرفته بودن که من واقعا تحت تاثیر گرفتم از این بزرگواری و سخاوت ایرانی ها. بله آقای والی‌نژاد، حتما بحث رو با شما جمع‌بندی می‌کنیم، اما دو بیننده دیگر از ژاپن داریم، بذارید صحبت های اینها رو هم بشنویم. این عزیزان رو آقای بستامی اولین بیننده است که از ژاپن روی خط هست. سلام بر شما، به من بفرمایید که مشاهداتون چه بوده و فضا رو برای بیننده های ما ترسیم کنید. بله، با تشکر از شما از کام خدمتون. ما از همون روز خدمتون بگم که روز 11 ماه مارس که به اتفاق همسرم رسیدیم برای خرید و به هر حال موقعی خرید و در حالی بود که ما جلوی صندوق وایساده بودیم که میخواستیم پول رو بدیم، زلزله شروع شد و به هر حال همه اومدن بیرون چون بسیار غیر طبیعی بود و برقا یک بار رفت، قطع شد. من و خانمم سریع اومدیم بیرون به تو بقیه و این زلزله شدتش انقدر زیاد بود که توکیو بود و توکیو تقریبا نیست بوده 250 کیلومتر فاصله داره از مرکز زلزله. واقعا من همین چیزی تا حالا ندیده بودم، یعنی به جرئت میتونم بگم که میتونستم ببینم که زمین داره به صورت موجی حرکت میکنه و حالا سوای تیرهای برق و چیزهای دیگه که اونجا وجود داشت که بسیار ارتعاشش وحشتناک بود، اصلا مثل یک اون برای ما گذشت. واقعا حالا سوای این قضیه. بستامی عزیز، چه نکته ای از آنچه در این یک ما دیدید میتونه درس باشه برای ایرانیانی که از داخل ایران دارن به این برنامه رو نگاه میکنن؟ عرضم به حضورتون که آمادگی بهترین چیزی میتونه باشه که میتونه درس باشه برای ایرانیان عزیزی که در داخل کشور هستن. به هر حال ما کشور زلزله خیزی داریم که زلزلهای بزرگی میاد اونجا، حالا مسئله سونامی نداریم ما اصلا خوشبختانه، ولی زلزله‌ای که داریم شاید نوعش حتی فرق بکنه با اینجا. ولی خب مسئله که توی ایران هستش متاسفانه نوع ساختارهایی هستش که وجود داره که خیلیاش میتونه فرسوده باشه و خیلیاش هم هستش که طبق استاندارد ساخته نشده و سنگین هستش و متاسفانه اون چیزی که دولت باید مورد خطاب قرار بده و مردم کاری که میتونن بکنن که این همیشه مثل ژاپنی‌ها یک به قول معروف یک بسته اضطراری همیشه دم دستشون باشه که داخل این حالا غذای که سریع بتونن استفاده کنن به صورت کنسرو یا صورت بسته بندی شده، آب، حالا شناسنامه، پول به اندازه کافی و چیزی که بتونن باش به هر حال چند روزی رو بگذرونن تا یه مسئله
به قول معروف کمکی برسه، این رو همیشه در دست داشته باشن. به نظر من بسیار چیز خوبی هست. بله، ممنونم ازت که اومدی روی خط آقای بسامی عزیز. یه بیننده دیگه هم داریم، آقای صابر هم از ژاپن هستن. صابر عزیز سلام، نیمه شبت بخیر باشه. میخوام میشنویم صدای شما رو. سلام، خسته نباشید. دوستان عزیزمون اطلاعات کافی رو فکر میکنم در مورد این زلزله اخیر دادم. من یه مطلب کوچیک میخواستم خدمتتون عرض کنم، این که سال 95 زلزله‌ای که تو شهر کوبه به وقوع پیوست، من در شهر اوساکا زندگی میکنم و این شهر کاملا چسبیده است به این شهر. اما اون خسارت اصلی که تو این زلزله وارد شد در حقیقت فقط به اون مرکز زلزله بود، یعنی ما حتی تو شهر اوساکا هم حتی خسارتی وارد نشد. منظورم اینه که این زلزله‌ای که این بار به وجود اومده با این وسعت با این خسارت، در واقع فقط همون خسارتی که سونامی وارد کرده، ولی خود زلزله حدود 120 کیلومتر خارج از خشکی بوده، وسط دریا بوده. به همین دلیل این سونامیه که همه جا رو نابود کرده. و یه مسئله دیگه این که در مورد این که از بیننده دیگه سوال فرمودید که آیا دولت ژاپن برای زلزله‌ای که در آینده احتمالاً میاد طرحی داره یا نه، این که من در شهر اوساکا توی منطقه زندگی میکنم که خونمون یه جزیره مصنوعیه. حدود 2 هفته قبل از شهرداری این منطقه یه اطلاعیه‌ای به تمام منزلهای ما اومد که میخوان دور تا دور این جزیره رو یه دیوار بزرگی به اصطلاح بکشن که اگر چنانچه سونامی حدود مثلا چند متر اومد خسارت کمتری وارد بکنه. در نتیجه امیدوارم که تو کشور ما هم دولت یه پیشگیری های یه به اصطلاح از قبل یه آمادگی های در مقابل زلزله برای شهرهای ایران به اصطلاح در دست تدارک داشته باشه. بله. و همونجور که دوستان عزیزمون هم گفتن، واقعا این آمادگی یه مسئله خیلی مهمیه. درسته. یعنی صابر عزیز، من ازت عذرخواهی میکنم، حرفت رو قطع میکنم. تشکر میکنم ازت که آمدی روی خط و نظر دادی، چون وقتمون کمه و دو بخش دیگه تو این بخش مونده. اجازه بدید که به اونها بپردازیم. سه وبلاگ درباره زلزله و سونامی اخیر ژاپن پرداختن هم سری بزنیم. اول به سراغ فارنت بریم که برای نشان دادن عمق فاجعه چند عکس رو تو وبلاگ قرار داد. عکس اول چند نفر بر روی برجی هستند که در محاصره سونامی است که الان همکارانم دارن نشون میدن. عکس پایین‌تر، عکس دوم، کمی از امواج کاسته شده و می‌بینید، و بالاخره عکس سوم که نشان میده که از نوک دکل تا زمین چه فاصله‌ای بوده و امواج چقدر بلند بوده. اما غیر از این، وبلاگ دوم وبلاگ بارانه که مهدی خزعلی اون رو می‌نویسه. نویسنده وبلاگ باران عکسی از یک خرس پاندا که از ترس به پای پلیس چسبیده رو گذاشته و نوشته تصویری عجیب از زلزله ژاپن، خرس پاندای وحشت زده به پلیس پناه میبرد، پلیس ملجا و مأمن همه است و این رو حیوانات هم فهمیدند. مهدی خزعلی به کنایه ادامه داده با انتشار این تصویر مردم بسیاری از کشورهای استبدادی که از پلیس میهراسند و تصویری از پلیس جز باتوم و گاز اشکاور و قتل و جنایت ندارند با خود میگویند ای کاش خرسی بودم در ژاپن. البته در مورد صحت این عکس که آیا مرتبط به این زلزله است من نمیتونم اظهار نظر کنم. و آخرین وبلاگ هم به ناصر کرمی اختصاص داره که ناصر در وبلاگش یک نکته دیگر رو، تصویری از زلزله، لحظه زلزله و مسئولیت پذیری مردم ژاپن رو روایت کرده و می نویسه که در یک محیط اداری زلزله دارد همه چیز را می لرزاند و هر چیز افتادنی رو به گوشه و کنار می نازه. اما زنی که ظاهرا کارمند اون اداره است به جای فرار کردن و پناه گرفتن در زیر میز به شدت تلاش میکنه مانع به هم ریختن پوشه ها و کازیه های روی میزش بشه. به عقیده ناصر کرمی، مردمی با چنین روحیه‌ای میتوانند عوارض زلزله‌ای به این سهمگیری رو به
به حداقل برسن. اینم نگاهی بود به وبلاگ ها. اجازه بدید بحث رو با آقای افشین وادی‌نژاد، روزنامه‌نگار آزاد از توکیو ژاپن جمع‌بندی کنیم. آقای وادی‌نژاد، آخرین نکته‌ای که می‌خوام بهش اشاره کنم در مورد اطلاع رسانی که پیرامون نشت مواد رادیواکتیو در ژاپن بود، چقدر اطلاع رسانی از سوی دولت شفاف بود؟ آیا انتقادی از سوی مردم به مورد این موضوع وجود داشت یا خیر؟ بسیار زیاد وجود داشت، هم از لحاظ مردم، هم از لحاظ دولت‌های خارجی، هم از لحاظ آژانس بین‌المللی اتمی. حتی همین چند ساعت پیش که تلویزیون مصاحبه مستقیمی داشت با آقای یوکی آمانو، دبیرکل آژانس بین‌المللی هستی که ایشون هم از ژاپنی هستن، و حتی ایشون هم میگفتن که اعتراضات بوده و اعتراف اذعان کردن به این موضوع، منتها گفتن حالا بهتر شده. اطلاع رسانی خوب نبود و مردم بسیار ناراحت بودن از این موضوع، ولی شاید هم به این دلیل هستش که در حال ببینید شما 30 میلیون نفر اطراف این نیروگاه رو در شعاع مثلا توکیو که الان 200 چند کیلومتر هستش فاصله داره زندگی میکنن. خب 30 میلیون نفر که نمیتونن تخریب باید بکنن اونجا رو، کجا باید برن؟ یعنی این اتفاق که غیر ممکن هستش. ولی در مجموع من خودم با یکی از بازماندگان بمباران اتمی که در واقع دبیر کل سازمانی هستن که تمام این آقایون و خانمای محسن همه هم الان بالای 70 سال بودن سن دارن جمع هستن، صحبت کردن، ایشون هم به شدت انتقاد داشتن و میگفتن که دولت انتقاد اطلاع‌رسانی خوبی نداشته و باید حقیقت رو بگه حتی اگر موجب وحشت بشه، چون اگر حقیقت رو نگه وحشت بعدیش خیلی بهتر از وحشت قبلی خواهد. آقای افشین وادی‌نژاد عزیز، ازتون تشکر میکنم که قبول کردید در برنامه امشب ما حاضر باشید. خب بینندگان عزیز، تا چند لحظه دیگه همکارم ماندانا تدیون به من میپیونده تا نگاهی هم داشته باشیم به نظراتی که بینندگان ما برای ما فرستادن. در این بخش همکارم ماندانا تدیون اینجاست برای که نگاهی بیندازیم به نظرات شمایی که برای ما نظر دادید. سلام بر تو آرش. خب می‌خواستم اول با چند تا ایمیل شروع کنم این بخش رو. علی از رفسنجان از طریق ایمیل با ما تماس گرفته و اطلاع رسانی و فراهم کردن امکانات پیشگیری رو خیلی مهم دونسته. کوروش از تهران نوشته که زلزله ژاپن نشون داد که انرژی اتمی نه یک انرژی پاک هست و نه یک و نه ایمن هست. ولی فیسبوک روی خط خیلی نظرات زیادی دریافت کردیم، می‌خواستم یه نگاهی داشته باشیم. حتما آدرسش هم یه بار دیگه یادآوری کنیم. بله، آدرس جدیدتری گذاشتیم که ساده هست دیگه، به جای که بخوام سرچ کنم بیننده ها میتونن facebook.com خط مورب VOA تاک رو اگه بزنن میتونن برن به صفحه فیسبوک ما. جاوید توی فیسبوک روی خط نوشته که ژاپنی ها وقتی برای کشورشون تلاشی میکنن میدونن که واسه خودشونه و واسه خودشون کاری انجام دادن و این باعث اتحاد ملی و همجهت شدن مردم میشه، اما توی ایران اگه واسه کشورت کاری کنی فقط رژیم حاکم سود میبره. رضا نوشته که عواملی که موجب شد ژاپنی ها بتونن به سرعت بر مشکلات فائق بیان نبود کسانی هست که زلزله رو نشون گناه میبینن. و فرشته به یکی از دوستاش اشاره کرده که 21 سال هست در ژاپن و این دوست فرشته نوشته که مردم اینجا خیلی با صبر و تحمل هستن، هیچ وقت بین مردم دیگه اینطوری ندیده که مردم همچین مشکلاتی رو به این گونه پشت سر بذارن و مثال برده که اینجا مثلا وقتی طوفانی یا چیزی میشه همه حمله میبرن روز قبل. بله، این نکات مهم این مسئله بود که با مهمانم صحبت کردم. اتفاقا تو وبلاگ یکی هم به کنایه نوشته بود که حالا بعد از زلزله در ژاپن ببینیم این آقایون بعضی از ائمه جمعه که زلزله رو مربوط به مسائل مذهبی میدونن ببینن چی میگن و اینها. درسته. و امامزاده هم نوشته که برنامه‌ریزی و نظم از چیزهای مهمی هستش که به ژاپنی ها کمک کرده. بیننده به نام مازیار وبلاگش رو برای من فرستاد، وبلاگ منصفانه که توی وبلاگش الان نشون میدم. توی وبلاگش اشاره کرده به نکته‌هایی که ما میتونیم از مردم ژاپن یاد بگیریم، به آرامش، وقار، توانمندی، شفقت، نظم
عزم، ایثار، مهربانی، آموزش، وسایل ارتباط جمعی و وجدان اشاره کرده. وزیر هر کدومش یه توضیح کوچیکی داده که چطوری میتونیم از ژاپنی‌ها اینو یاد بگیریم و خیلی هم اشاره کردن که خب ایران هم یک منطقه زلزله خیز هست و خب ژاپنی‌ها خیلی آمادگی این رو داشتن، ولی ما میتونیم خیلی چیزا یاد بگیریم. تجربه خوبی. حالا بیننده‌های دیگه هم اگر مایل بودن میتونن وبلاگشون رو کم و بیش، البته بعضیا میفرستن، ما معرفی می‌کنیم و اگر نکته‌ای در مورد موضوع برنامه داره حتما معرفی می‌کنیم. بله دقیقاً، فکر خوبیه. و البته چند تا نظر دیگه هم می‌خواستم یه نگاهی داشته باشم. یکی از این نظرها از آلن هست که توی فیسبوک ما نظر گذاشته، نوشته که برای ژاپنی‌ها شکست و پیروزی به یک معنی هست و از شکست و پیروزی می‌سازن و از پیروزی‌ها موفقیت‌های بزرگتر. فکر می‌کنم همون چیزی که با مهمان برنامه صحبت کردی که نگرششون در کل تو تاریخ اونجوری که هستش کمک کرده، اشاره کرده به این مسئله. و محسن از سنندج نوشته که چند روز پیش ژاپن بودم، شهر اوزاکا، نوشته که وقتی اونجا رو دیدم متوجه شدم چقدر دنیای مردم ژاپن متفاوت هست و نوشته که مردم با چنان نظم و جدیتی مشغول کارهای روزمره بودن که انگار نه انگار که در این کشور یک فاجعه رخ داده. نظر محسن بود از سنندج. و مسعود هم نوشته که مردم ژاپن همه به کمک هم میرن و با پشتکار و جدیت تمامی کارها رو انجام میدن و بازم به نظم و این مسئله اشاره کرده. جالبه، بالاخره نسل ما از نسلیه که تا یاد داریم دو چیز از ژاپنیا تو رسانه ها موقع پخش میشد، یکی کارتون فوتبالیستا بود و یکی هم سریالی که موسوم به سریال اوشین شد. بل. که هر دو نشون دهنده صبر و تحمل و مقاومت مردم بود. فکر کنم اسم سریال هم سالهای دور از خانه، سریال اوشین، یه سریال اسمش مثال های دور از خانه. ممنونم از سپاسگزارم. خب بینندگان عزیز تشکر میکنم که تا این لحظه با ما همراه بودی. تا چند لحظه دیگه موضوع برنامه فردا شب رو هم خدمتتون اعلام میکنم. باز یادآوری کنم که صفحه فیسبوک برنامه روی خط رو فراموش نکنید، facebook.com خط مورب VOA تاک، این آدرس ماست که میتونید از این به بعد از این طریق با ما، با من و همکارانم در ارتباط باشید. اما برنامه فردا شب، برنامه فردا شب روی خط به یک موضوع سیاسی اختصاص خواهد داشت. تا چندی دیگر قرار است در ایران انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار بشه. آیا نظام جمهوری اسلامی ایران بعد از انتخابات جنجالی سال 88 توانسته اعتماد مردم برای شرکت در انتخابات دیگر رو جلب کنه؟ حتما به خاطر دارید که بعد از اعلام نتایج در 22 خرداد 88 نه نامزدهای رقیب این انتخابات نتایج رو پذیرفتن و نه خیلی از مردم. دو سال اخیر هم بارها شاهد اعتراض به اون انتخابات بودیم و حتی گاهی شعارهای معترضان تا حد انتقاد از رهبر مملکت پیش رفت. برخی از صاحب نظران میگن تا وقتی گره انتخابات قبلی باز نشه نمیشه انتظار داشت مردم برای انتخابات دیگر پای صندوق رای بیان. شاید همین دلهوره بود که موجب شد سال گذشته انتخابات شوراها در ایران برگزار نشه و اون رو به دو سال دیگر حواله بدن. اگه قبلا برخی مخالفان سیاسی در خارج از کشور نهاد انتخابات در ایران رو زیر سوال می‌بردن، الان خیلی در ایران این اعتقاد رو دارن که انتخابات برای چی؟ به هر ترتیب قرار است در اواخر امسال انتخابات مجلس برگزار بشه. آیا مردم به انتخابات دیگر تن می‌دهند؟ آیا نظام تلاشی برای بازگرداندن اعتماد به مردم برای شرکت در انتخابات کرده؟ آیا اگر باز مردم در انتخابات شرکت کنند و در نتایج مثل سال 88 تردید وجود داشت چه؟ اینها سوالاتی است که فردا شب من با شما و مهمان برنامه مطرح خواهم کرد. تا فرصتی بعد که با هم باشیم، خدا نگهدار.